نهضت اصلاحی ما نوبهار رحمت است. بهر ختم فصل سرمای فساد و مفسدی، نهضت علامه فیضانی بود راه نجات. بر همه غمها و رنج و نکبت این سرزمین، های مردم تا بکی غفلت از این آب حیات. تشنه لب میرد و اینجا چشمه ماه معین، یار اندر خانه و جوید اطراف جهان، یار اندر خانه و جوید اطراف جهان. آب اندر کوزه و نوش جام زهر و کین. در این قسمت از برنامه از استاد پاینده محمد رحیمی خواهش مندیم تا سخنان خود را ایراد فرمایند. استاد پاینده محمد رحیمی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق الله مولانا العظیم. تولو محترم و حاضر و راغل و دوستان و خواند و رومتا تر تولو دی مخا به طریقه دی مسلمان سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خپل احترامات و نیک هیلی بلند کروم. استاد معظم مهربانی کی چه دیو پروفیسور دی معرفی لپاره فیلسوف پکار دی یادس کمیست دو دی چه باید پروفیسور دی. دی علامه صاحب فیضانی دی اثار و پرانا که چه سړی فکر کوي د یو بحر په مقابل کې که انسان یوه قطره چې هم دا د انسان لپاره غټ کمال ده. هغه شخصیت چې دی له ذرې نه او له اتم د انسان نه او له وجود د انسان نه تر عالم بقا پورې دید لري، څارنه لري او هلته خپل پیروان رسوي او دا زیری ورکوي. نو د دې په هکله ویل هم د موږ غوندې ضعیفو خلکو کار نه ده او موږ نسو کولی چې د ده په هکله باندې په فقط په دې خاطر سره چې حضرت یوسف علیه الصلات وسلام د خریدارانو په ډله کې سړی راسي دا به هم د انسان لپاره ویاړ او افتخار وسي. خبره د صلحو د امنیت و د عدالت و د ورورګلوۍ و د برادرۍ و برابرۍ ده. استاد معظم مهربانی کوي، آیا متوجه شده اید وقت انسان ها میتواند به صلح و سلام زندگی کنند که درس خانه های را تشکیل و در آن پروگرام های درسی دارای درک ترجیح و تحلیل اتم انسان را با درک اقسام وساوس و حرص فاسد که از کجا می آیند و چرا شخص سلیم و دانسته را احساساتی و بدکنشت می سازند به میان آرند طوری به میان آرند که و به این راز موفق شدند در حقیقت آرامی را برای ابنای بشری در روی زمین مساعد خواهند کرد. لکه چه مفتی صاحب اشاره وکولا دی علامه صاحب فکر مختص خپل و پیروان و ملت و عالم اسلام تنه تا بلکه بشریت تزیر ایمال کنی چه دی صلح و سلامت درس تاسی لزان نوونی سی کم انگیزی دی چی انسان دی فساد پا طرف دی ظلم پا خواه، دی ناروا پا خواه، دی غرور پا خواه، دی خودخواهی پا خواه بیایی. بیا مهربانی کهی که آیا متوجه شده اید زندگی مرفع به خاطر آرام وقت بدست آمده میتوانند که انسان بتوانند همواره به عقب قلب خود ملک
و یا الهامات ریلی شده عالم قدس را جایگزین بسازد و الا نباید همواره در کشاکش دوست بشه. زندگی آرام خو دیر و خلق لپار استده مگم مرفه ندی آسوده ندی دی تشویش نه روانی روحی تکلیف داری مشکلات داری. نو استاد معظم دست مسائل بیا مسائل و حقایق و اسرار دی دین سیلی و آغا خپل و پیروان و تا شایقین و تولنده کهی سنن اکثری پا عالم دی اسلام که دی منگ خلق لالهام سر اشنایی نلری حتی علما یا وقت که می دی او قاضی خبر پیاد داد چه پیچو که ادگار که دی منگ پا آغا وقت که اتاق دی درسو نو دی مسکین دی نفس او دی شیطان تر منز توپیر نسو کولای و دا شیطان خو خپل نفس ده. یعنی وقتی چه وای آشنا را خالیم باشد وای بر بیگانه. استاد معظم وای که زندگی دی مرفه و بخاطر آرام تاسی پا نظر که لره نو پا خپل قلب و باطن بانده ملکا و یا الهامات ریلی شده عالم قدس دا کم فراست ده، دا کم دید ده، دا کم مکتب ده، دا کم معنویات ده، دا کم تشخیص ده و دا کم تجویز ده چه ده نه تنها ده انسان آلتا مطرح ده ده بشریت لپاره بشریت چلنج ورکی. چه نن پا عالم ده بشریت که یو تعداد خلق زان وجه نکی ده آغول اصنیو نکی ورتوائی چه ده ده تاسی ده سعادت ده آرامی او ده کامیابی راز ده. نو ده دوی ده آثار پرانا که چه سرای مطالعه و که لا اقل که ده انسان لپاره ظاهری آرامی نیی خو باطنی آرامی که ده طول دنیا ندال ورد دولت ده ده هر پیرو لپاره خدای پاک ورده پیرزوی نکی او ده سعادت هر سرای ترلاسه کوله ایسی. استاد معظم نه تنها چه دلتا پیرو توایی بلکه همیش ده تشویق لری ترغیب لری وای چه این رموز اسرار بعد چهارم را سرسری نپندارند و سطحی ننگرند به همت عالی و نور کافی ایمانی در حفظ آن سعی ورزند تا دریابند آنچه را همه اولاد بشر خصوصا مؤمنین موحد ارزوی دریافت آنند. همیش دوی ده عالم بقا و بعد چهارم به اصطلاح زیر ورگی تک تاسه دالا را تعقیب کرلا تاسه هغا مدارج و ترسی او تاسه سنگه چه و انسان راکت رها شده در عالم قدس ده. تایران مرغ دیدی توز پای بند شهوت بدرا تا ببینی تایران مرغ. استاد معظم ده آثار ده منگ ده طولن لپاغ نه بلکه ده بشریت لپاره حکم ده آب حیات لری دا بشریت بده عصر که ده دی طول و وفرت ده نعما و آسایش ظاهری چه ده طول بشریت لپاره خدای لطف کرده ده نن دنیا ده زن لپاره جهنم جوڑه کرده ده او نن انسان ده انسان لپاره هیت اطمینان نلری انسان دی انسان ویر لری ملتونه لملتونه لدار لری او دی اغوب خاطر سرنن پلک هاو انسانان پر استلا سر آوارکی گی در بدرکی گی مهاجرت تا پر استلا سر طولنیز کشتارونو تا و قتلونو تا گورو چی بل دنیا که چه حال ده. اما همیش خدای جل جلالهو کل چی دغس پر استلا سر ناورین را منستکی گی خپل فضل مرحمت او لطف کرم سره لیو خیانه با دی انسانانو لاسنیونه کی او دیدی مظلومیت و محرومیت او دیدی وینی و جنو تویونه لپاره خدای پاک جل جلاله بیای لطف کی. آیا متوجه شده نیروی محرکه بدن در امور خیر ملک و در کارهای شر شیطان باشد و شخص وقتی که توانست همیشه هم حاکمیت رهبری ملک را بر خود و قلب خود حکم فرما نمود بیشک باطن از رو برو عالی گردیده و از مقربان بارگاه الهی می گردد. فقط
ده مقرب بنده ده انسان ده خدای ده دوستان و بنده داده چه ده انسان پا باطن بنده همیشه ملک حاکمیت ولی افضال سنه پیدا کیگی الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله ده خدای لیادنه که ده خدای یاد نی انسان سکوت نلری دنیا آسایش ظاهری دا د انسان لپاره سکون آرامش نشي ورکولای ځکه چې د انسان د سعادت لپاره خدای جل جلاله د فطرت برنامه وړاندې کړی ده او که موږ د فطرت برنامه اصل ونیسو او په هغه باندې حرکت وکړو موږ کولای شو چې خپل سعادت ترلاسه کړو. آیا متوجه شده اید که این دولت در برخ اولاد آدم چنان به اوج نهایی خود رسیده که بدن را نیز با خود تصفیه و تزکیه کرده و با خود چون ادریس و عیسی علیه السلام معایره به عالم قدس برده بیتانند؟ دلده استاد معظم یو کار خانجی ورکی چه نه تنها ادریس علیه السلام یا عیسی علیه السلام عالم قدس تلال و غیره وز غیره داری پیرو کرده او دیده وظیفت چه دای پخپل مطالعه او که غیره توک ده. رحمان بابا مهربانی کی چه خور خپل سر دستا پدر که خپل صورت سر تر عرش ده و خل زمارو تی پیجانی چه چه ده یاد چه ندهی نور چه ندهی پیجانده لی زمارو. اقبال لاهوری رحمت الله علیه مهربانی کی بلند باند شریلم که بر سپهر برین هزار بار مرا نوریان کمین کردند. اگر عینان تو جبریل و حور میگیرد بر دوم فرد میلیاد او تو کرشما بر دلشان ریز و دل برانه بزن اگو دالار تکلی دی دام معراج ترسیدی دی با حقیقت که استاد معظم هم حق دی فطرت لارا او حق دی سلامت دی انسانانو چه دوی دی سالم تربیه پا نتیجه که آغا مقام ترسیده لیدی پا کلیات که پسلور سال ویک جایه که استاد معظم دا مطلب تا اشاره کی ناره تبیر زیب النساء مخفی چه دی اورنگزیب پاچا لور او دی شاه جهان پاچا المسیح دا آغا هم دی مطلب تا اشاره کی همای همت شوقم چوبال بکشاید صفای کنگره عرش آشیان من است ره عشقش ای مخفی مجرد بایدت رفتن اگر عیسی بود همراه رفاقت را نمیشاید چون دی مولانا سی معظم لاره دی عشق لاره ده تنها دای او دیده سو تنها یاران پا دی لارا بانده لارل چه پا استلا سره و طول عمر دی نمرودان و پا زندان که دی شکنجو سره زولانو سره زندانو سره تیر کرد مگم بیا هم دوی آل تا مایوس نو دی خپل عزم دی خپل اراده او دی خپل تصمیم پا حق لبانده دی دوی نور هم اراده متینه مضبوطه او محکمه کېدله. بیا زیب النساء مخفی و همای گر زهر حلاحل خورد آن آب حیات است آن را که بدل نشه پیمانه عشق است هر ذره موجود که در ملک وجود است در پرد همان بلبل و پروانه عشق است و دی مولانا صد دالر. آیا متوجه شده اید که مقداطیس آهن را با خود جذب کرده و به هر جا بخواهید می برد اما اگر شما یک دو میخ یا سوزن را در بین بوتل نازک آب مقطر بگذارید البته آهن ربا بوتل را به گل میخ های مذکور با خود برداشته و هر جا بخواهد می برد این چنین اگر روح عالی شد جسد را با خیش به قرب حضور رسانیده می تواند. پدی مطلب بانده یادی حقیقت تا چه پدی دری مادو که استاد معظم پر تلورم جام که ویلی گی دی منگا دی دانشمندان و دی علما و دی متصوفین و
به حقیقت که چون دوی ندی رسیدلی دست زیرای هم نسی ورطولایی دوی سلامت نلری دست سلامت لمکتب نه هم برخوردار ندی خو هر سلای دی خپل زعم و گمان پا اندازه باندی و سوالی مگم استاز معظم دلتا دی پیرو لپارا دی بل جهان لار اخلاسی لکسنگ سی ننانی علوم دی دی حصر و زمانه پا بنا سرا ترقی و کولا هم دغس خدای جل جلاله دی معرفت لار دیر لنده و کتا کرده چه دی یو ساعت تفکر پا نتیجه که انسان دی شپیتو کالو عبادت حاصل صبره او نتیجه تر لاسه کولیش نو فقط دی عقیدی تکمیل دی پارا دی عقیدی دی پا اصطلاح سر دی اکمال دی پارا او دی معنویت دی حالی کولو لپارا کسرای دی آثارو تا توجه وکی او پا دی باندلار سی پا حقیقت که یو سات مطالعه دشپیتو کال و عبادت از اثر او نتیجه سری دورتی لپم دی خاطر سرا چون استعمار یا پا حقیقت که دیدیم دکمانان دیر بیدار و او متوجی و آدانشمند چی دیده پیسه که وای خصومت استعمار دو خصوصیت دارد اول چون تا اون وقتی که بیاید طبیب راز باید میگیرند دوم بهترین انسان ها را از آن سرزمین میگیرند تا آنها را نیازمند به علم و فرهنگ و مستشار اجانب سازد و عیبی اگر همین جبران ناپذیر بودن ضایعات آن است اگر جبران پذیر می بود هیچ ضایعاتی نبود چون واقعی رهبر دی ملت روح دا مولانا صاحب چون دا روح لملت اخیصل سوی دا نیم پا دغا در بدغی و پا دغا اختلافات و پا دی مشکلات و که نن دی منگا طولن را گیر دا او کدی دوی پا اغا نسخو چی دوی تجویز کنه وی یا مخیل دیسی دا مرز راسی ملت تا بیداری و آگاهی ورکولا که په هغه لاره روان وای نو د دې مشکلاتو نه به دې مخکې له مخکې خلاص لکه چې په 13 کې علماو ته وویلې چې علماو که تاسو 15 د خدای د دین په خاطر سره قربانۍ او شهادت ته آماده سئ په راتلونکي کې د 2 میلیونه د انسانانو د وینو تلافي کیږي او که داسې کار تاسې ونه کوو په راتلونکي کې به د 2 میلیونه انسانانو وینې تورې شي او زه ګورم چې اسلام د خیرخانی کوتل ته رارسېدلی دی او په خالد د ویدا کې ده 1600 ویتنامه به په افغانستان کې جوړي او د ولایت ولسوالۍ سړی به بل ځای ته لکه د ګورې نجي سره وبی خوري مونږ به سترګو ولیدی نو خبره دا ده لکه چې د یوسف علیه السلام په یوه خوب باندې پاچا ده ته وزارت ورکوي مګم د مولانا صاحب د دې ملت خوبونه نه بلکې د عالم اسلام چې د عرب نه نیولې تر عجمه پورې هغو ته اشاره کړې ده او بشریت ته د خلاصون او د نجات لاره ورښودلې ده که د دوی په نسخو باندې عمل سوای وای موږ به له دې مصیبته خلاص وای هیچ قومې را خدا رسوا نکړ تا دل مرد خدا نه آید بدر نه هغه د دوی درد و چې دشمنی دی خدای لدوستان و سره لخدای سره ده من عاد لولین فقط اذنته بالحرب پیغمبر علیه السلام مهربانی و که چه چوک دی مال یو دو دوستان و سره خدای پاک حدیث قدسی ده دشمنی و که پا دوی باندی پای خبر وار که پی جنگ لخدای جل جلاله و سره نو دا دی خدای سره جنگ و چه دی دوی آقا سس دوی ملت تا دی دوی دی بیداری لپاره دی دوی دی درد لپاره دی دلسوزی پا خاطر سره دوی ته سویلی او په هغوی عمل ونه کوو هغه داسې نن د ټول عالم اسلام نه بیړۍ غرق ده او د نجات او له خلاصون لاره د چا لپاره نسته ده نو د موږ لپاره همدا لازمه ده لکه څنګه چې هر کال موږ او تاسې دوره تجلیلوو بیا هم کال په کال د بیدل رحمت الله علیه خبره ده بیدل تجدد لباس خیال من گر 100,000 سال برایت کهن میان نو دی مولانا صاحب آثار او دی ده خبره چون اسرار دی قرآن دی دی حشر تورز پوره دا خستگی نلری تازگی لری پا حقیقت که چون صحابه کرام لکه پرون چل دنیای رحلت کلی دوی زندی دی نو دی خدای دوستان هم همیش پا هر وقت که چی دی ادایو تنزلو عند ذکر صالحین تنزلو رحمه
پیغمبر علیه السلام مهربانی کی چه دی نیکان و او دی صالحان و پیاد دو بود سرا نزول دی رحمت کگی آرامش او سکون دی انسانانو زلون و ترازی او تاس دی تیرو پا اصطلاح سرا محاسن بیان کی بیا پیغمبر علیه السلام وای نی دو دوی یادوانا دی منگ لپارا تسکین دی قل او دی دوی یادوانا دی منگ لپارا پا حقیقت که چه دوی پا تنهایی سرا بکولیسو دی طول نظامونو پا مقابل که دای ولارو نن منگو تاسی گوری دی سمرا نظامونو یا پا بل پا سراغ لل ولی سرال دیسی طول قدرت پلاس که دا مگم دی ظلم دی استکبار پا مقابل که جرعت دی وینا نلری اما دوی مرد میدانو سپا حقیقت که دی طول و مسائب و مشکلات و تکالیف پا مقابل که ولارو فلا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ناره تکبیر تقوی عملی ایمان خوشنودی خداوند جل جلاله را در آرامی خلق الله جستن از اعظم نعم باید دانست کامل ترین ساعت تقوی ایمان دادن مال و جان و زبان و بعضا بیان حقایق به نزد ظالمین و متجاوزین باشد ده حق و اینا ده ظالمین و ده مستکبرین و په مقابل که کولا هیچ کلا دیده پی ایرانده او عزم متین که سستیان رات للا بلکه پی زندان که بچه سری مرتا کتلی لکه دی سوار لسم سپوگمی دای با زلیده او جلیده او دیده ایراده دیده فکر پدی که چه تاسه با دغا حقیقت دیدین چه دا دی ما پا آثارو که دا ملت و عالم بی اسلام تا ورسوی دا دیده توسیه و نخدای پاک دی من تا توفیق را کی چه دیدی حقایقونا یو چه بهره ترلاسه کو او دا دی ملت و عالم اسلام بشریت تا ورسو زنور دی غالما چه دی نور ورون وقت ننسما و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جناب الحاج استاد رحیمی سه محترم نر دیر مننه چه ده مولانا سه معظم ده فضایل و دایره دیر وسیع ارتا چه بگو که ده غند دنیا خوبونه چه چه دیت متوجه و اغار طول تعبیر و تفسیر شورده الحمدلله. جناب استاد پاینده محمد رحیمی شخصیت فاضل که به طور ممتد همواره به آستان فیضبار حضرت مولانا صاحب معظم رسیدن و این سالک رای حق و حقیقت را همیشه با پای دل را رفته و خداوند متعال همیشه را داشته باشه که ید طولا در تفاسیر شریف داره احادیث بسیار کثیر را به ذهن وقاد سپرده دواوین تمامی معارف الهی را کسایی که قله های منی معرفت هستند چون مولانا بیدل حافظ صاحب رحمان بابا یار الحمدلله بسی نداره و فضایل شهر یک به یک بش بش میره. خداوند متعال یه یادگار مانگار همیشه مانا داشته باشه. تشکر از با یک نام به اختصار رفت خواستیم امیر بنوی جبیره شود. سلامت باشید. Dadiwa babalawi da khamushi dai nashi da badal dalawi da khamushi dai nashi Dadiwa babalawi da khamushi dai nashi da badal dalawi da khamushi dai nashi داد قرآنی دیوا داد فیضانی دیوا داد قرآنی دیوا داد فیضانی دیوا داد یزدانی دیوا داد فیضانی دیوا داد یزدانی دیوا داد فیضانی دیوا داد یزدانی دیوا داد فیضانی دیوا دا په توحید ولاله دا مغزد قرآن پکې دا په اسلام تللې دا مغزد
قرآن پکی دا پا توحید للی دا مغز دا قرآن پکی دا پا اسلام للی دا مغز دا قرآن پکی دا مسلمانی دیوا دا دی فیضانی دیوا دا مسلمانی دیوا دا دی فیضانی دیوا دا دی یزدانی دیوا دا دی فیضانی دیوا دا دی یزدانی دیوا دا دی فیضانی دیوا دا یزدانی دیوا دا دی فیضانی دیوا دا پا معرفت خدای گوره درخشانه دا دا پا لور عظمت خدای گوره درخشانه دا دا پا معرفت خدای گوره درخشانه دا دا پا لور عظمت خدای گوره درخشانه دا دا د عرفانی دیوا دا د فیضانی دیوا دا د عرفانی دیوا دا د فیضانی دیوا دا د یزدانی دیوا دا د فیضانی دیوا دا د یزدانی دیوا دا د فیضانی دیوا دا د یزدانی دیوا دا د فیضانی دیوا دا یو انسان غوړی سم د اسلامیت په لور دا لوی جهان غوړی سم د اسلامیت په لور دا یو انسان غواړي سم د اسلامیت په لور دا لوی جهان غواړي سم د اسلامیت په لور دا د انساني دیوا دا د فیضانی دیوا دا د انساني دیوا دا د فیضانی دیوا دا د یزدانی 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 دیوا دا د فیضانی دیوا د ترانه د ټیم څخه نړۍ مننه. ښه حاکم هغه چې نه نفس لري نه نفسي خواهشات، نه یې په زړه کې ډار شته نه تمه، نه له موقفۍ ویریږي نه د طرفې پروا لري، نه رشوت اخلي نه تنخوا، نه له چا سره عناد لري، نه د چا مراعت کوي، نه د چا مخ ګوري، نه د چا سټ، نه زورور پیژني نه غریب، نه یې څوک خپل دي او نه پردي، نه سفارش مني نه تملق اوري، نه چاته خاندي نه چاته وچلی تیروي. آیا دا به څوک وي؟ ومو پیژندو. هو، قانون او عدالت چلمه فیضاني یې تل پلوی و. اوس هم له هرات څخه انجینیر زلمی علم په لیکه کې ده چې د وینا بل نه ورکوو، خپل علمانه وینا موږ او تاسو ته راواوروي. انجینیر زلمی علم، بسم الله، بارز سلام حضور همه بزرگوارانی که در روم تشریف دارند، پیرامون این روز خجسته تاریخی و تکان دهنده یعنی زندانی شدن حضرت علامه صاحب فیضانی، مطالب خود را طور فشرده با در نظر داشت وقت که برداشت کوچک بنده از نکات چند سیاسی حضرت ایشان است. حضرت ایشان با حکم از بحر قطره و از کوکای خدمت شما تقدیم می دارند. ابر مرد تاریخ حضرت علامه صاحب فیضانی، نابغه عصر و عارف پیشگام خط مرتخیز خراسان زمین که 47 سال قبل از امروز در زندانهای هولاک مستبدان در ادوار تاریک ظاهر شاهی داود و سرانجام در دوران کمونیستی مزدور، حکومت کمونیستی مزدور زیر شکنجه های بیرحمانه ناپدید و تا امروز ملت رنج دیده افغانستان در آتش جنگ، بدبختی ها، ظلم و بیچارگی می سوزد و می نالد و فاقد رهبری سالم و منجی عالمگیر، سرگردان، پریشان و در وادی بیکران در حیرت و افسوس و تهلکه روان است. حضرت علامه صاحب همچون پدر بی نهایت دلسوز، رهبر متفکر و بیدارگر در زندانهای وحشتناک مستبدان، 51 اثر طلایی و حیات بخش روح و روان جامعه انسانی را با همه مشکلات و قیودات به رشته تحریر آورده و چون قدرات آب و حیات تقدیم ملت نمود که از هر لحاظ در محرومیت قرار داشت. عقل، درک و عاطفه انسانی از بیان شهامت، ایثار و قربانی این شخصیت بی نظیر تاریخ معاصر افغانستان عاجز و ناتوان است.
تمام حیات و عمر گرانبهایشان را به خاطر ملتی که از هر نگاه در فقدان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قرار داشت و برای بیداری ملت که اسیر دسیسه‌های شرق و غرب قرار گرفته بود، در هر گوشه و اکناف این سرزمین به طور خستگی ناپذیر شب و روز راه می پیمودند و لحظه آرام نداشتند. اما دریغا و هزاران افسوس در آن زمان و ادوار زمامداران وقت که سرگرم عیاشی و فاحشی خود بودند و به خاطر هوا و هوس هم ملت و هم این سرزمین را با معامله های استعمار شرقی ها و غربی ها پیاپی دست به دست نموده که تا امروز این ملت مظلوم کمر راست نکرده و در آتش هلاکت و تباهی دست و پا می زند. که حکومت زاری شاهی مسبب اصلی این همه بدبختی ها بوده و ملت را در خواب غفلت، نادانی و عقبمانی فرو برده و فاقد شعور سیاسی و فکری گردانیده تا هیچ کس سر بالا نکرده و از نفع و نقص دنیوی و اخروی خود چیزی ندارد. و از این ظالمان وطن فروش و دین فروش حق خواهی و دادخواهی نکنند. حضرت علامه صاحب آنچنان که در بود معنوی از دین تعریف واضح و لب لبا و حقایق قرآن و حدیث را بیان نبودند، چنان در سنه 1325 هجری شمسی با تاسیس مکتب توحید، تراویش ایمان و یک تاپرستی واقعی همانند صدر اسلام را تقدیم رهروان و عاشقان موحد نمودند. این چنین در سیاست چنان دست بالا و تفکر عمیق داشتند که هیچ نیرنگ استعماری چی شرقی و چی غربی از دید ایشان پنهان نمانده و با مصداق آیه اشتنی بو انفراست المومن فا این نهو ینظرون بی نور الله، بیشک کسی که به نور خدا ببیند هیچ چیز از او پنهان نمی ماند. و 47 سال قبل از امروز در رساله اصول تبلیغ خطاب به ملت افغانستان چنین می فرمایند: بیشک پس از یک جان کشت و خون که به دو دست بلاکهای شرق و غرب منقسم باشیم و خودمان دودمان خیش را برکنیم و آنها چون مرغ جنگان با بدن بازان بر سر و روی پرخون ما توپ کرده و به دین نو تسلیت داده و به جنگ تشویق کنند، دیگر چیزی نخواهیم دید و انتهای تلطف فریقین بر مقتولین تأسف و بر مجروحین یک مشتوف باشد. این از آخر کار ای قوم هوشیار و ای گروه بیدار و ای فرزندان قوم شجاع نامدار، ای زادگان کهسار، هوشدار که تأسف نتیجه ندهد در پایان کار. در کتاب دروس سیاسی چیزی با می فرمایند: مبارزه یا تبارز از کی با کی و با چی؟ جانب، طرف و اهداف شخص مبارز قوت و امکانات آن را مطابق وقت و زمان تعریف و ماهیت یک مبارز سیاسی را که با چی نوع تصمیم و هدف از تقسیم بندی نموده که در سه کتگوری ضرورتی، احساساتی و علمی و عملی به صورت واضح بیان می دارم. همچنان شعارهای استعماری شرقی ها که به نام اقتصاد و برابری و غربی ها شعار دموکراسی و حقوق بشر را سر می دهند، اهدافشان را که زیر این کاسه ها چی نیم کاسه های زهری است آفتابگونه وضاحت می دهند. فرمودات جناب علامه صاحب فیضانی 50 سال قبل از امروز با حالت امروزی کاملا مطابقت می کند. مثلا امروزه دولت مردان بانگ می زنند جلو فساد اداری باید گرفته شود، صداقت و پاکی باید جای آن را گرفت و در عمل جوانان را به بیغمباشی ها و عیاشی ها تشویق نموده چون ستاره افغان و امثال آن. و در کتاب دروس سیاسی حضرت علامه صاحب چنین می نگارند: برعکس جوانان را به سوی بیغمباشیگری ها سوق داده می روند، ولی به زبان بلنگوهای دولتی فغان دارند که کار کنیم و صداقت نماییم. کسی نیست که از این عالی جنابان پرسان کند چرا کار نمی کنند، چی چیزیشان را از صداقت و فعالیت باز می دارند، این امراض چیست و از کجا منشأ گرفته است و دوای آن در کجا و با چی کسان خواهد بود. بله،
یگانه رای نجات از تعلقه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره. رای حل آن باید ماشین خانه های مومن تراشی واقعی که مکتب توحید متضمن آن است وسعت و گسترش داده و از آن فارقان سلیم القلب به جامعه تقدیم نمود. لازم متضمن است توضیح نکات مهم نسبت دقیقی و سر فرنس گرفت و تواگر از را نگرفت چم بجوی شما جهان سپاس. په هرات کې د علامه فیضانی د فرهنګي ټولنې غړی ښاغلی انجینیر زلمی عالم څخه مننه. علامه فیضانی رحمة الله علیه که نن په موږ کې نشته، نو تل تر تله ژوندی دی او همیشنی به وي، او د یوې شمې غوندې به ځلیږي. هغه څوک چې د الله جل جلاله د دین او ولای کلمة الله او د نبی علیه السلام مبارک طریقو د پلي کولو په لاره کې قرباني شوی وي، هیڅکله مړ نه دی. لکه شاعر وایي: حسی مو وایا چه مرد ای تل جونده شو، نه یاد مری، نه مینه، نه خبره. ده غنده پر دوام اوس هم مدافع وکیل او ده سمونپال خوزکت غره ای خاغله محمد خسرو مدافع ده وینا بلو نورکو. خاغله مدافع سر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حضور حاضرین گرامی، بیننده عزیز و شنونده و عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در این گرامایی که بزرگا تشریف دارن و بیننده عزیز هم از طریق زوم و فیسبوک ما را همراهی میکنن، میخواهیم درباره یک بود فکری جناب علامه فیضانی صحبت بکنم. نبوغ علمی و روحانیشان را پیرامون سلامت بشر و چگونگی رسیدن به آن میخواهیم در چند نکته خدمت شما عرض بکنم. جناب علامه فیضانی در مورد ای که کدام افراد دارای چی روحیه واقعا سلیم از ادای رسالت صلح جهانی و اصالت این بار گران ایمانی و وجدانی به طور واقعی برآمده، و برای بشر و بشریت سلامت را بازیست با همی بدون تبعیض، با همه برابری و برادری و مساوات علمی و عملی را به میان آورده و به منصه تطبیق و صحنه اجرا با تضمین کامل گذارده می تواند. در قسمت اول آناتومی باطنی بشر و تاثیران بر مختل سازی سلامت بشر شاید حضور شما پیشکش بکنم. دوم، چگونگی رسیدن به سلامت بشر و فرمول های آن، و قسمت سوم شما راهنمایی تطبیق فرمول ها را از گفته ها و آثار جناب علامه صاحب فیضانی خواهد گفتم. تاریخ بشریت گواهی از این است که در طول قرون گذشته و اکنون ناشی از جنگ های که از دست خود انسان صورت گرفته، میلیون ها انسان بیگناه به دست خودش به دام هلاکت رفتن. عامل اصلی امی خودخواهی های بشر که در فقر تذکر داده شد، تا اکنون هم جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان نظریات پیرامون از این موضوع داشتن که چی چیز باعث میشه یک انسانی که با همه از نظر علمیت بگویم چندین دکترا، ماستری و پیجدی دارن، باز هم با اختلاف یک نظر میلیون ها انسان چرا از بین میره؟ عامل امی چی است؟ اگر علم باشه، علم نقطه اوج خود در حال پیمودن است. در حقیقت در سطح جهان سلامت بشر واقعا از دست خود انسان قابل تهدید جدی است. مثلا یک بر سه یا یک بر چهار از عواید ملی کشورهای پیشرفته و سرمایه‌دار صرف راکت های تسلیحاتی یا سلاح هسته‌ای میشه. مثلا در سال 2019 امریکا تقریبا 35 میلیارد 400 میلیون دلار هزینه سلاح های هسته‌ای کرده، با اینکه در ناشی از اینمی مصارف در جنگ جهانی دوم به طور مجموعی 100 میلیون نفر بیشتر از 30 کشور جهان درگیر همین جنگ شدن.
و نتیجه از این 85 میلیون کشته داشته و میلیون ها نفر آوارا و بدبخت داشتن. با وجود آن که علم نقطه اوج خود را طی کرده و در حال پیمودن است، اما چرا تشنگی هم‌نوکوشی بشر خاموش نشد؟ یک سوال واقعا که تکان دهنده است. اونا می فرمان که تنها انسان خواسته هایش منحصر به بود فیزیکیش نمیشه یا بود عقلانیش نمیشه. اونا میگن که بلکه به این باور است که هرگاه پیشرفت سرسام‌آور علوم ماش امروزی را با گذشته مقایسه نماییم خیلی ناچیز باشد. واقعا در گذشته که بوده مردم ها به این سرحد کمال رشد عقلی نرسیده بودند. پس با وجود این همه پیشرفت ها چرا بشر نتواند جلو این آدمکشی ها و مسابقات نظامی و خونخواری ها را گرفته و جلو رفتن آرامی بشر به سوی گمنامی و نادانی را نابودی را نمیتواند بگیرد؟ جناب علامه سید فیضانی میگه که انسان تمام دانشمندا وقتی که روی از صحبت میکنن بود فیزیکش از زیادتر مورد بحث قرار میدن، بود معنویش یا بود باطنی از او تقریبا از فراموش شده. علامه سید فیضانی میگه که انسان در حقیقت دارای یک بوده است که انسان او میتونه به کمال برسونه و انسان میتونه که به می حالت فعلی که بدبخت بسازه. کشورهایی که پسمانده است واقعا چون صلاح هستوی ندارن عمل در ترس و حراز به سر میبرند. جامعه شناسان و جرم شناسان در مورد از این که این جرم چه رقم جلوگیری بکنیم از کجا میشه، اونا میگن که این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیست در کاهش فساد مسئول هستند. از آن جایی که فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است. اما از دیدگاه قرآن که علامه مورد بحث قرار داده میگه که تمام بد اخلاقی ها و ناهنجاری های اجتماع سرآمد افعال افراد اجتماع بوده و در هر فرد از قلب سرچشمه میگیرد. یعنی بدکنشتی های فطری عنانوی اجتماعی تماما از بود متافیزیک یعنی اناتومی معنوی انسان سرچشمه گرفته و بود فیزیکیش تحت اثر قرار میده. خداوند متعال در قرآن عظیمشان نیز به انواع از امراض اشاره نموده. فی قلوبهم مرضون. پس سوال ایجاد میشه که خداوند متعال که فکر کنیم که تمام از پرزای مادی و معنوی هر مخلوق خبر است، او میگه که مرض از در قلب میه. چرا این مرض بر قلب اشاره شده و چی نما مرض است؟ آیا در جای دیگه میگن که ما مهر نهادیم بر قلب ها؟ چرا این چگونه مهر است که بر قلب اشاره میشه؟ و از جانب دیگه خود شرارت محلش قرآن عظیمشان به قلب اشاره میکنه. یوسوسو فی صدور الناس. شرارت میه به قلب انسان. خب چرا قلب مثل دیگه اجزای وجود از نظر معنوی تحت تجزیه و تحلیل قرار ندادن علما؟ یام قابل بحث است. علامه سید فیضانی در رساله شجام به تقی ایمان بیان نموده است که صد واقعی بشر برای رسیدن به سلامت حقیقی مطابق 156 آیت قرآن و احادیث رسول سرور صادق علیه السلام شیطان و دستیارش نفس می باشد. مثلا ذات نفس گفتن که از زمین پیدا شده، تمام این دو رقم خوراک داره که جوهر وجود انسان ها تمامش از خوراک هاییست که ما دیده میریم. مثلا روزانه ما می خوریم، غذا هاست، نوشابه هاست، کلش ما از راه دیدن میخوریم. اینمی وجود ما شما یک خوراک دیگه داره و بسیار تمام بدکنشتی هایی که بشر میبینه امروز و ناهنجاری هایی را میبینه این ناشی از امون خوراک نامرئی نفس است که را ما دیده نمیتانیم. او را میگن که خوراک های نامرئی نفس است و بسیار کشنده و خطرناک و مهلک آور است. حرص به جا، تفاخر به لباس، سیما، مسکن، کینه، فساد، احساس نارامی ها کلش از یک جای منشأ میگیره و وقتی که ما او را به وجود خود رسانده میریم بالاخره انسان را به بغاوت میکشانه. چی بغاوت با خودش باشه، چی بغاوت در سطح اجتماع باشه. نعره تکبیر.
علامه صاحب فیضانی در مورد از این که یاشوب که در قلب ما ایجاد میشه چرا قندفع بکنیم و همی حایل که بین خوبی و بدی قرار میگیره ایده چرا قندفع بسازیم. علامه صاحب فیضانی با استناد از احادیث و آیات قرآن عظیمشان و احادیث پیغمبر سلام مرکز تمام بدبختی ها و خوشبختی های بشر را قلب دانسته است، لذا ایمان را بهترین وسیله رسیدن به خدا و دفع ویروس باطنی و انسجام دهنده آناتومی معنوی می داند و جایگاه اصلی ایمان را نظر به آیات قرآن عظیمشان و احادیث قلب می داند و اونا میگن که در دزگاه قلب انسان یک قسمتش هست، یک قسمت از سافتویرش هست، یک بخش هست که مربوط ایمان می شن و این را استناد میکنه از آیات قرآن عظیمشان و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در سوره مجادله آیه 22 خداوند متعال می فرماید که این گروه را خدای متعال ثبت کرده است در دلهایشان ایمان را و تقیه می سازد به ایصال فیضات از آن در پای روحانیشان که قرآن کریم در این منبر در جاهای دیگر توضیحات بسیار داشته و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این مورد می فرماید که اولاد آدم وقتی که تولد میشه به اساس فطرت یا هستی خداشناسی تولد میشه، اما پدر و مادرش است که او را به هر دینی که شکست او را رهنمایی میکنه. خب این چی کدام سافتویر است که انسان به او تولد میشه و او قابل تغییر است؟ پس گفته میتونیم که انسان موجودی است دارای فطرت نیک و خداجویی، یعنی هسته خداشناسی که جناب علامه صاحب ایره در رسائل خود یاد کردن. با می وسیله هستی توحید ایره فکر کنید که یک وسیله است، مثل که از موبایل استفاده میکنن، میگن که یا به زمانشان کمپیوتر بود، میگن که توسط کمپیوتر کارا را ما انجام میدیم. خود اینمی هسته که در قلب انسان است یک وسیله است به خاطر رسیدن به خداوند متعال. زمانی که نفس انسان ها به همکاری شیطان عقل را در گرو خود میگیره، این حال ایجا علامه صاحب فیضانی میگه که بعضی کسا فکر میکنن که عقل با نفس، بعضی کسا به این نظر هستن که یکی باشه، یا قلب و عقل که میگه هر دو یکی است. علامه صاحب فیضانی نظر به احادیث شریف میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله جای فرمودن که قلب از خود شعبات داره، یا به زبان امروزی اگه بگیم که پارتیشن است، از خود علایده علایده درایوا داره و فایلا داره که هر کدومش کار خودش میکنه. علامه صاحب فیضانی میگه که عقل انسان که هست وقتی که اینمی بود فیزیکی ما و شما او را در کنترل خود میگیره، این فقط میتونه که کشف اسرار اشیایی که در چهار طرف ما و شماست این انسان پیدا بکنه، اما بود متافیزیک انسان که هست یا بود روحانی وقتی که در عقل یک جا میشه، نه تنها که کشف میکنه اسرار اشیای مادی را، بلکه میتونه که ارتباط واقعی را با حضرت خداوند متعال یا خالق کائنات پیدا بکنه و حتی میتونه که اسرار بود چهارم که این مخفی از نظر ما شما به او دست پیدا بکنه و از او آگاهی حاصل بکنه. علامه صاحب فیضانی فرمولایی را که به خاطر رسیدن به سلامت بشر معرفی میکنه، مختصر من خدمت شما را عرض میکنم. تقویه نمودن ایمان به زودترین وقت از مجرای هسته توحید توسط عبادات بی قید شرط، یعنی ذکر خداوند جل جلاله و مشاهده جمال و کمال حضرت و جل جلاله در تمام مخلوقات، در پهلوی عبادات با قید شرط، قوی و قوی تر ساختن ارتباط باطنی افراد با اصل منبع آرامش واقعی بشر، یعنی با خداوند متعال چه رقم ارتباط بشر قائم بسازیم. تمام بختی های بشر ناشی از این در جای می فرمان که ارتباط بود معنویش با خالق هستی قطع شده. در جای دیگه میگن وقتی که میخوایم که اینا امی فرمولای خودشناسی و خودشناسی رو سر خود تطبیق بکنن، کدام راه ها رو یا به پیش بگیرن؟ الان صاحب به خاطر پیش بردن از این گفته که لازم است تا هرچی زودتر مکتبی را تأسیس کرد و پروگرام های درسی را چنان در نظر داشته باشند که محصلانش 99% به آزادی فرد و یا اجتماع توجه نداشته باشند، با آزار فرد و یا اجتماع توجه نداشته و 70-80%شان بهبود اجتماع را بر زندگی خویش چنان ترجیح دهند ولو با ایثار جان مان قرار گیرند.
و نیز در مورد داروهای مذکور چنین بیان فرموده است. علامه صاحب میگه یک مکتب باید ایجاد شود، به او مواد درسی به کار است و به اجتماع انسانها در پهلوی از این کمی رقم یک کسی مریض میشه، میرن دوا میگیرن. اولین دانشمندی بوده که میتونیم بگویم که از نووغ روحی خود استفاده کرده. میگه که باطن انسان نیز به دواهای معنوی ضرورت داره و می شکل باید دکترهای معنوی باشه تا انسان تداوی بکنه. بود معنوی شد وقتی که مریض میشن چرا پیش دکترها مراجعه نمیکنن و این دکترها کی است؟ جناب علامه صاحب فیضانی این دکترها را علما گفته و به خاطر همین گفتن که باید علما دواهای مشخص شه میگرفتن و به مردم تجویز میکنن تا این بدبختی مواجه نمیشد انسان. و علامه صاحب گفتن که مواد این دواها را از کجا آدم باید بگیره؟ دواهای معنوی را منبعش معرفی میکنن که باید از جا بگیره آدم. مواد خام بلکه کاملا پخته و از تجربه برآمده ای موارد فوق ذکر فقط در قرآن دست ناخورده اسلام و احادیث رسول علیه السلام است. طوری که اجتماع انسان نیاز به داروسازهای معنوی دارد تا بعد از تحلیل و تجزیه ابعاد امراض معنوی افراد برایشان داروهای مطابق حالاتشان تجویز گردد. علامه صاحب فیضانی همین داروسازان معنوی برای بشریت را علما معرفی نموده و معتقد است هرگاه علما امراض معنوی اجتماع را درست تشخیص دادند و داروی مناسب الحال برای افراد اجتماع توصیه نمودند، دو پدیده نیک باراید. این دوا چی فایده میکنه؟ دو پدیده. اول، ثبات اتحاد عالم اسلام در قدم اول به اتفاقی از بین میره. دوم، سلامت اجتماع که بشر جز همین اجتماع است. دو چیز بشر از دست خود داده، خصوصا مسلمان ها، اتحاد است و سلامت واقعی است. راهکارهایی را که جناب علامه صاحب معرفی کرده میگه انسان موجودی است با حسیات پنجگانه مادی جمع حواس باطنی. مثلا وظیفه زبان ما، شما میفهمید که چشیدن ذائقه است. در این قسمت علامه صاحب میگه ما پنج حسی که داریم، حس معنوی ما که فعالیت میکنه که ما بتانیم مثلا ما چگونه کینه را درک میکنیم که تو همراه کدام عضو ماست، ما چطور میتونیم مثلا حسادت را درک بکنیم، امراض قلبی که میه بر ما او را درک بکنیم، آمدن الهامات ملکی را انسان باید درک بکنه و او پرزش معرفی میکنه، میگه او قلب انسان است و انسان علامه صاحب میگه که خلق شده با دو اصل، اولش روز باز نفس است و این دو اصل از خود دو محرک داره که همیشه در تحریک مندازه. محرکی که رو را حرکت میده و او را تشویق میکنه به نیکی او را ملک گفتن و او محرکی که نفس را تشویق میکنن بود فیزیکی انسان او را شیطان مینامند. و در پهلوی دو اصل و دو محرک جناب علامه صاحب فیضانی دو دزگار معرفی میکنن. بعضی کسا تمام فعالیت ها مربوط به یک دزگاه میدانند، اما این دانشمند میفرماید که انسان دو دزگاه داره. دزگاه اولش عبارت از قلب است و دزگاه دومش هم عبارت از مغز انسان است. به این شکل که ما شما به خورد نوش میگه ضرورت داریم تا رشد قوای نفسانی ما صورت بگیره، به این شکل ما به غذاهای نامرئی دیگر هم ضرورت داریم تا بود باطنی ما نیز رشد بکنه. و او را علامه صاحب فیضانی قسمی که بیشتر عرض کردم میگه که فقط از رای هستی توحید یا اونمو سافتویر قلب است که میتونیم ما توسط عبادات از جبه قوای روحانی خود امو انرژی شد رسانیم. علامه صاحب فیضانی میفرمایه میگه چطور میتونن که فرمولهای خودشناسی را سر خود تطبیق بکنن تا بالاخره به سلامت واقعی بشر برسن. اول، اشتراک در درسخانه های مکتب سلامت بشر. دوم، فرا گرفتن علوم معاد ضمن علم معاش تحت نظر استادان این فن خودشناسی. سوم، ثبت یا انستال نمودن درس های مذکور را همچون پروگرام های کمپیوتر در دل مغز. سپس با علمی که بر انسان حاصل میشه او میتونه که خوب از بد تفکیک کنه و درک رای فلا را تشخیص بده. بنام علامه صاحب فیضانی در مورد آنچه که تذکر دادیم، رسائل مکتب توحید را برای انسان خصوصا مؤمنین و یاری خداوند جل جلاله
به حفظ اسرار عبارات شیوا و نکات دلربا که خلاصه آیات و احادیث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است متوجه می سازد و نتیجه آموختن و تطبیق نمودن اسلوب مذکور را ایمان چون صحابه کرام در حال توجه به تصحیح عمل دانسته و این را درست فرصت کامیابی و چهره دستی بر جهان وحشتبار مدنیت نمای ما و راهکاری برای رسیدن سلامت بشر دانسته و این را رموز اصول کامیابی می خواند. از اینکه وقت تمام است ما جنبندی میکنم حضور شما بخشن. بشر با همه رسیدن به کمال علم معاش باز هم تشنه گرفتن جان همنوان خویش گشته که در حقیقت سلامتش انقای زمان گردیده است. به عباره دیگر با درک وضعیت کنونی بشر یعنی با همه ترقی و پیشرفت علوم تجربیات نتوانستند عوامل اصلی پدیده شوم آدمخواری ها و را تشخیص دهد و جلو آن همه بدبختی ها را بگیرد. جناب علامه صحیح فیضانی بادی بدن انسان را حاوی بود ظاهری و باطنی دانسته که آناتومی باطنی انسان را با دو اصل روح و نفس و دو محرک خیر و شر و اسم ملک و شیطان و دو دزگاه کارگردانی قلب و مغز بالنوبه به صفت دایرکتر و معاون جسد شمرده اند. اکنون جناب علامه صحیح فیضانی برای اولین بار اسلوب تربیتی را برای اصلاح فرد و اجتماع هم از سیاه و سفید، زن و مرد و حتی مؤمنین و ملحد، یهود و نصارا، هندو و زردشت و غیره روش‌های گوناگون خداجویان یک نواخت بغیر از تبعیض داروی و سلامت هر واحد بشر را بدون تفکیک طوری که گفته آمد سرهم کرده و با اتکا از اساسات سلیم قرآن دست نخورده اسلام و احادیث رسول علیه السلام و منطق بسی عالی و علمی و عملی زاده از آن منسجم نموده و شخص را به سلامت واقعی و حقیقی اسلام انسانیت می کشاند که کمترین کسی نشاید از آن بی بهره ماند. سپاسگزارم از توجهتان. باشین، برای حرفی شد.